اوکی. خانم ها، آقایان، میهمانان گرامی، شب همه شما بخیر. من بیتا میلانیان هستم و با افتخار از جانب بنیاد هنر که در این پروژه ویژه یار و همراه هیئت مدیره آن بودم، گردانندگی برنامه امشب را با افتخار به عهده دارم. با این امید که در یک ساعت آغاز فرصتی برای دیدار دوستان و سرشناسان عرصه هنر و ادب ایران را داشتید. برای آن دسته عزیزانی که با فعالیت‌های بنیاد هنر آشنایی کامل ندارند، نگاهی سریع به گوشه‌ای از این کوشش‌ها بیاندازیم. تاریخچه و فعالیت‌های بنیاد هنر. در تاریخ ژانویه سال 1996، مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی بنیان گذاشته شد و در پایان سال 2005 این پروژه به پایان رسید. در سال 2006 بنیاد هنر جایگزین مرکز شد و با هدفی تازه به حمایت و پشتیبانی از هنرمندان و اهالی قلم کار خود را آغاز کرد. ظرف 10 سال گذشته کارنامه بنیاد هنر شامل همکاری، پشتیبانی مالی و غیر مالی از هنرمندان و نهادهای فراوانی بوده است که برخی از آنان را به آگاهیتان می‌رسانیم. فیلمسازان ایرانی خارج از کشور با گنجینه ارزشمند که بنیاد هنر افتخار همکاریشان را داشته است. هنرمندان صحنه تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای خلاقه. اهالی قلم شامل نویسندگان، شعرای ایرانی و پژوهشگران. نهادهای غیر انتفاعی فرهنگی، هنری و انسانی ایرانی خارج از کشور. دانشگاه‌ها، موزه‌ها و مراکز آموزشی به عنوان نمونه اهدای متجاوز از 1500 جلد کتاب فارسی، تاریخی، هنری، ادبی و پژوهشی به کتابخانه مرکز سامیل جردن در زمان مدیریت پروفسور نسرین رحیمیه. بنیاد هنر همچنین از همراهی ارزشمند مالی یاران و نهادهای مختلف هم بهره برده است. چند تن از دوستان برای پروژه خاصی به بنیاد هنر یاری مالی رساندند و برخی کلن از فعالیت‌های بنیاد حمایت مالی کردند. سپاس ویژه از همکاران مطبوعاتی در رسانه‌های همگانی که هر یک به نوعی با مهر فراوان بنیاد را حمایت می‌کنند. سپاس ویژه از علیرضا امیرقاسمی که برنامه تئاتر خودش را با نام عروسی از امشب به 4 مارچ انداخت تا در یک شب 2 برنامه با هم تداخل پیدا نکنند و همینطور شریع رضایی و فرید شفی نوری که آنها هم به همین دلیل شب اجرای خودشان را از امشب تغییر دادند. و حالا از همه شما دعوت می‌کنم به دیدار فیلم مستند لبه تیغ، میراث بازیگران زن سینمای ایران، ساخته دکتر بهمن مقصودلو بنشینید. دکتر مقصودلو برای برنامه امشب از نیویورک به لس آنجلس آمدند و ضمن ابراز خوشامد به ایشان از شما عزیزان دعوت می‌کنیم بعد از دیدن فیلم به سخنانی از ایشان توجه کنید و سپس پای گفتگوی هما سرشار، روزنامه‌نگار و مدیر بنیاد هنر در نشستی با خانم‌های مریا پیک، شهره آقداشلو، فخری خوروش، ویدا قهرمانی، زینت مؤدب و پرتو نوری علا بنشینید. مطمئنم که این بخش از برنامه نیز مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. پس بدون اتلاف وقت، تلفن‌ها را خاموش کنیم تا دکتر بهمن مقصودلو همگی ما را با اهمیت و چالش‌های حضور زنان بازیگر سینمای ایران از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی در سفری آموزنده و دلچسب آشنا کند. این شما و این هم فیلم لبه تیغ، میراث بازیگران زن سینمای ایران. خواهش میکنم. با سلام و درود به خانم ها، آقایون، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که امشب تشریف آوردید. قبل از هر چیزی لازم میدونم از
خانم هما سرشار جورنالیست برجسته، یک فعال فرهنگی، نویسنده خوب، دوستی قدیمی، بازیگر خردسال سینمای ایران. تشکر بکنم که یک همچین شبی را برای ما فراهم کرده. من نمیدونم چجوری باید از ایشون تشکر بکنم، از هومان سرشار، از آقای سرشار، دفتر هنر و کسانی که تو این فیلم با من تو این 15 سال کار کردن. این فیلم، اگرچه من در طی این 15 سال چندین کتاب نوشتم، فیلم های متعددی دیگری تهیه و ساختم، ولی این پروژه تاریخ سینما ایران 2002 شروع شد و باز باید تشکر بکنم. چند نفر دیگه تو این سالن هستند. من 10 تا فیلم بردار داشتم در سراسر دنیا، 2 تاش اینجا نشستند. آقای کامبیز کوشان، فیلم بردار لس آنجلس من هستند، بودند. آقای سرج حمد نیویورک، و ادیتور من خانم حاله جوانشیر اینجا هستند که خیلی زحمت کشیدند. براو خانم جوانشیر. از خانم های در حقیقت این فیلم، فیلم متعلق به این ردیف 1 6 بازیگر با شهامت، هنرمند، مبارز در یک سرزمین سنتی متعصب، خانم مؤدب، زینت مؤدب خطیبی، ویدا قهرمانی، خانم مری آپیک، بازیگر قدیمی بسیار خوب ما که در این فیلم متاسفانه نیستند، در بخش‌های بعدی خواهند بود، مادر ایشون خانم آپیک یوسفیان، خانم فخری خوروش، و دوست عزیز دیگرم که در آخرین لحظه خودش رسوند و همسر عزیز شهره آقداشلو. این فیلم بدون کمک اینها و بدون حضور این فیلم ها هیچ گونه جلوه و ارزشی نمی داشت و من باید با دوربین از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور طی این سالها سفر کنم، متقاعدشون کنم که این مصاحبه ها رو انجام بدن. حدود بیش از 200 ساعت من مصاحبه دارم با بزرگان سینما ایران قبل از انقلاب. روی گنجینه نشستم که فقط عمری باقی باشه من بتونم، چون من فیلمامو با سرمایه خودم میسازم، هیچ کسی به من پولی نمیده. هیچ این فیلمهایی که میبینید، انقدر این فیلم مشکل بوده که من 2 تا زخم معده پیدا کردم. اینو جدی بهتون میگم، برای پیدا کردن هر کلیپ 10 ثانیه‌ای این فیلم من باید ساعت‌ها فیلم می‌دیدم و اون فیلم اصل رو پیدا می‌کردم در یک جایی در دنیا با هزینه هنگفت و بعضی وقتا بدون هزینه، و اینو می‌فرستادم لابراتوار رستور بکنن که بتونید شما اینجا ببینید، یه چیز سیاه‌سفید نباشه. اون لحظاتی که این هنرمندا تعریف می‌کنن من سعی کردم پیدا کنم. بوسه خانم فخری خوروش فقط شما در این فیلم می‌بینید، هیچ جای دیگه نیست. پیدا کردن اینها کار حضرت فیل بود. ویدا قهرمانی، ببخشید. به هر صورت کار مشکلی بود. امروز خیلی خوشحالم که دوست داشتید حداقل سند خیلی مهمی خانم آقایون در کشوری که تاریخشو دارن از اسلام شروع میکنن و تاریخ قبل از اسلام اصلا دیگه از کتابا حذف شده، چنین اسنادی رو جمع کردن و به گوش در کتابخانه ها برای آینده گذاشتن، فکر میکنم کار آسونی نباشه. سوالی از من شده بود که چرا لبه تیغ؟ این هیچ گونه به لبه تیغ سامرست موهام مربوط نیست. یک فیلم ما داریم که من در اینجا شرحشو دادم به نام دختر لور، در هندوستان ساخته شد. در طی این 1932 تا الان تقریبا 70 80 90 سال پیش
هیچ منتقد ایرانی، هیچ مورخ ایرانی، خارجی ایرانی، تنها چیزی که در مورد این فیلم نوشتند و نوشته شده و گفته شده اینه که این فیلم در هندوستان ساخته شد و اولین فیلم ناطق ایران بود. و بعدها چند سال پیش نوشتن که به نوعی هم پولی از یک جای گذاشته شد که پیشرفت‌های دوران رضا شاه در این فیلم تصویر بشه. این تنها چیزی بود که راجع به این فیلم نوشته بود. ولی من در دیدن این فیلم کشفی کردم، یک تئوری رو کشف کردم که آقای سپنتا که نویسنده و شاعر بود اینو ناخودآگاه در فیلم آورده بود و آن این تعلیق بازیگر مسلمانش خانم سامی نژاد از یک صخره و اون جدالی که با چاقو میشه که اون جعفر گلنار رو نگر داشته و داره با سنت میجنگه و این تعلیقی است که خانم‌های مسلمانی که روز اول وارد سینما و تئاتر شدن با چه خطراتی روبرو بودند. ما این فیلمو به صورت متافوریک این تئوری رو در فیلم دختر لور می‌بینیم. الان اینو من کشف کردم، نمی‌خوام به خودم کردیت بدم، ولی در سینما شما باید فریم با فریم، من اینو یاد گرفتم، اونایی که میرن سینما درس می‌خونن در فیلم کریتیسیزم، ما باید فریم با فریم تحلیل بکنیم و بگیم بر مبنای این فریم فیلم کارگردان میخواد اینو بگه یا نگه. نمیتونیم از بیخودی یا شکمی، معذرت میخوام، یک چیزی بنویسیم، استیتمنت بدیم برای نقد فیلم. به هر صورت الان خانم‌ها رو خواهش میکنم، من از خانم هما سرشار خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا و خانم‌ها آقایون شب همگی شما بخیر. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما هستید. می‌خواستم با اجازه دوستان گرامی و مهمانان عزیز، هنرمندان شش بانوی هنرمندی که امشب افتخار این رو داریم که در حضورشون باشیم، خواهش کنم که تشریف بیارن رو صحنه، اینجا بشینن، یه گفتگوی کوتاهی باشون داشته باشیم. خواهش می‌کنم. خانم شهره آقداشلو، خانم مری آپیک، خانم پرتو نوری‌علا، خانم ویرا قهرمانی، خانم فخری خوروش و خانم زینت مؤدب خطیبی. خب خانم ها آقایان، شش هنرمند درجه یک سینمای ایران که همه شما باشون خاطر دارید. در کنار کارگردانی که این فیلم بسیار بسیار ارزنده و تاریخی رو برای شما ساختن و خوشحالم، افتخار من بود که بتونیم امشب این فیلم رو برای نخستین بار در لس آنجلس به تماشا بزنیم برای دوستان. خب اگه اجازه بدید یکی یک سوال کوچک از این بانوان عزیز بکنیم، اگر که در سالن هم کسی سوالی داره محبت بکنید یا با یه نوشته یا با دستتون تا اونجا که فرصت هست به پرسش‌های شما پاسخ بدن. از اینجا شروع کنیم. خانم ویدا قهرمانی، فیلمو چطور پسندیدید؟ فیلم فوق‌العاده بود. اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر زحمت کشیدن یه همچین نتیجه‌ای از این فیلم نشون داده بشه. واقعاً باید تشکر کرد. نمی‌دونم چیکار باید بکرد برای آقای دکتر مقصودلو که یه همچین فیلمی ساختن و یه همچین فیلمی در مورد زنان سینمای ایران که ما چه کشیدیم تا توی فیلم‌ها بازی کردیم و چه عاقبتی داشتیم و چه جور زندگیمون به هم ریخت، چه جور همه چی عوض شد، سرنوشتمون به کلی عوض شد و اینا رو توی فیلمی که نگاه می‌کنیم کاملا مشخصه، کاملا می‌بینیم که چه نکاتی رو دکتر مقصودلو در آوردن و نشون دادن و دلم میخواد که این فیلمو دوباره و سه باره ببینم که بیشتر متوجه بشم که چه منظوری داشتن و چی گذاشتن یا چه نکاتی رو در این فیلم گذاشتن. ممنونم. مری آپیک، شما
جزو گروهی که آقای دکتر بهمن مقصودلو صحبتشو میکردن، یعنی زنان مسلمان ایرانی که از نظر سنت جلوشون برای رفتن روی صحنه یا بازی کردن در سینما موانع زیادی وجود داشت نبودید. آیا به عنوان یک اقلیت، به عنوان یک بانوی مسیحی ارمنی، برای شما هم این گرفتاری ها بود با شرایطی که مادر بزرگوارتون هم کار شروع کرده بود قبلا و در سینما بود؟ همه جان بی نهایت ممنونم از امشب. میدونم که خیلی زحمت کشیدید شما و از طرف بنیادتون و همچنین از آقای مقصودلو برای ایجاد چنین فیلم مستند مهمی برای زنان بازیگر ایران قبل از انقلاب. خب نجاتاً من بس بگم که در وهله اول من بسیار افتخار میکنم که همراه بازیگران ممتاز ایرانی اینجا در یک صف نشستم و همچنین اگر مادر نمی بود اسم من مری آپیک نمی بود و از کودکی که من از لای پرده های تئاتر ایشون رو دیدم و همیشه آرزو داشتم که جای ایشون باشم و خب از 10 سالگی کار من آغاز شد. من این رو حس نکردم در ایران در زمانی که من کار میکردم، برای اینکه دوره‌ای رو که من کار کردم در دوره 60 و 70 این مطلب تقریبا میشه گفت حل شده بود و من راه خیلی آسون‌تری رو برداشتم، برای اینکه شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای مثل خانم قهرمانی، مثل خانم خودوش این قدم‌ها رو برداشتن و ما تونستیم که خانم ببخشید من کیفم افتاد پایین. معذرت دیگه کلید و ماتیک و 10 تا عینک توش من دیگه چشما دیگه واقعا سوی قبلی رو ندید. به هر حال میبخشید من قدم هایی که برداشته شد از سر سینما در دوره 60 و 70 من اینو احساس نکردم. من هیچ وقت در مملکتم ایران احساس نکردم که مسیحیم، احساس کردم که یک ایرانی هستم و شایدم خیلی هم ندونن که من مسیحی بودم در دوره خودش و این واقعا جای افتخاری است. من ایرانی بودم، هستم و باقی خواهم بود و همیشه هم تلاش ها و کوشش هایی که در سالهای زیاد کردم در عمرم و کارنامه‌ای که دارم اینو مشخصه کرده. نه من اینو احساس نکردم. من بازیگر جوانی بودم که به صورت تینیجر کارم آغاز کردم و در برنامه تلویزیونی و بعد منجر به کارهای سینمایی شد. خیلی متاسفم که فیلم بمبست آخرین فیلم کار سینمایی من بود و درست مثل یه بمبستی که آغاز شد برای حرفه من و همه بازیگران فوق‌العاده ایرانی که در اون دوره کار میکردن. این درها بسته شد و تمام غنچه هایی که همونطور که من اشاره کردم این غنچه ها از ته چیده شد و بعد با سختی و کوشش بسیار سعی کردیم که باز دوباره روی پای خودمون بایستیم که هنوزم این کار ادامه داره. ولی من یک چیز رو امشب میخوام بگم، برای اینکه امشب برای من خیلی شب مهمیه و بغیر از این فیلم، بغیر از این مجلس، این هستش که امشب بر حسب تصادف تولد مادر منه. و من میخوام ازشون تشکر بکنم برای همه چی، برای عشقی که به من دادن و منو بزرگ کردن و همچنین برای عشقی که به صحنه تئاتر و سینما و تلویزیون دادن. مادر از شما متشکرم. خانم آپیک یوسفیان از پیشکسوتان سینمای ایران، علاوه بر اینکه هنرمند سینما بودن و علاوه بر اینکه هنرمند تلویزیون بودن، جزو نخستین زنان تهیه کننده فیلم سینمایی بودن. به همین دلیل در بخش دوم فیلم آقای دکتر بهمن مقصودلو ایشون جز زنان تهیه کننده باهاشون مصاحبه میشه و شما ایشون رو در بخش دوم این مجموعه خواهید دید. سپاسگزاریم که اینجا هستید. ممنون از لطفتون. تولدتون مبارک. خانم خوروش، شما موقعی که اولین فیلمتون رو بازی کردید 9 سال پدر و مادرتون رو ندیدید. برای ما از این خاطرتون بگید. اولا سلام به همه ایرانیان عزیز. سلام به همه ایرانیان عزیز و حضار محترم. من تصادفی خواستن برای فیلم جمشید جیبانی که استودیو ساخته بود میگفتن مثل
هالیووده. منم خب جوون بودم، خیلی هم جوون بودم، خیلی دلم می‌خواست استودیوهای هالیوودی رو ببینم. رفتم تماشا، آقای جمشید شیبانی که اون موقع برای من غریبه بودن ولی بعدا برادر شوهر من شدن، قرارداد گذاشت جلو من و گفت باید امضا کنی. گفت باید امضا کنی. من نگاهیم ده. من عاشقتونم. من امضا کردم بدون که توجه کنم، بدون که توجه کنم یا به پدر مادرم فکر کنم امضا کردم. در یک سال دو فیلم، یکی مستشار جزیره، یکی بهلول، به کارگردانی آقای سرهنگ چپره، پدر این آقای شپرها، در یک سال بازی کردم. ولی این فیلم ها چون پدر مادر من در کرموشا بودن و این فیلم موقعی رفت کرموشا، پدر مادر من پیغام دادن که تو دیگه بچه ما نیستی. ما هرچه سعی کردیم ابدا. دو سال مطلقا بازی نکردم. شاید عوض بشه، دیدم عوض نمیشه. بعد از دو سال تصادفا اصلا میشه سرنوشت من بازیگری بود. چون معلم بودم به مدرسه، آقای اومد سر جلسه کلاس من یه خود نگاه کرد و رفت. من فکر کردم بازرسه. بعد دنگی تفریق رفتم دفتر، دیدم اون آقا هست، مدیرم هست و من گفتم که شما از فردا مدرسه نیاید، برید تئاتر تهران و تمرین تئاتر رو کنید. گفتم چیکار کنم؟ گفت تمرین تئاتر. اون آقا گفت ما یک تئاتری داریم، ما جامعه لیسانس هاست و فقط از معلمین استفاده میکنیم و شما چون پسند کردم رول اولش رو بازی میکنید، از پدرتون اجازه بگیرید. گفتم من شوهرم اینجاست، پدرم کرموشاست. گفت خیلی خوب، از شوهرتون کیه؟ گفتم فلان کسه، شوهر منم دبیر بود. گفتش که خیلی خوب. زور که شوهر من اومد خونه دیدم میگه که بله تو باید بری تئاتر بازی کنی، این تئاتر به نفع ما جامعه لیسانس هاست. گفتم خیلی خوب. ما رفتیم از فردا رفتیم به تئاتر تهران توی لاله‌زار، تمرین تئاتر میکردیم با آقای من. برای اولین بار آقای ناصر ملک‌بازی رو دیدم و اصلا زبونم بند اومده بود. تعجب کردم، پرسیدم مگه شما نگفتین همه معلمن؟ گفتن ایشون معلم ورزش هستن. تئاتر دست‌های آلوده ژان پل سارتر بود. من اصلا نمی‌شناختم ژان پل سارتر کیه، ولی خب بازی کردیم و کار موفقی بود. بعد از این کار آقای دکتر والا که کارگردان این برنامه بود، 6 ماه طول کشید تا من راضی کرد که دوباره برم و قرارداد تئاتر بندم. چون اون موقع آماتور بودم، اصلا پولی چیزی بابت اون حساب نبود، به دفع جامعه لیسانس ها بود. و بعد قرارداد بستن این ور اون ور، خلاصه گفتن قرارداد خانم فلانکس و فلانکس رو میزنیم جرود که قبل از شما ها نپیشه شده و مطابق اون با هاتون قرارداد میبندیم. فخری جون بابا رو بگی. من قرارداد خون بالاخره راضی دیدم پدرم به هیچ وجه حاضر نیست من قبول کنه، پس بهتره که برم دنبال کار خودم. اومدم، ولی فقط از آقای مقصودلو یک تشکر بی نهایت دارم برای ساختن این فیلم که هیچ وقت این تشکر ما جبران کار ایشون نمی کنه، واقعا جبران ناپذیره. ولی تشکر من از اینه که این آقا فیلمی ساختن که مردم مملکت من متوجه بشن که بین هنرپیشه‌های زن و مرد
فرقی قائل بوده. شاید مردم هیچ وقت متوجه نمی شدن، هیچ وقت نمی فهمیدن که همیشه باید مرد اسمش اول باشه، نه زن، ولو زن رول اول داشته باشه. شما فکر کنید در بیشتر فیلم ها من رول اول داشتم، مثلا شازده حجاب از اول فیلم تا آخر فیلم من هستم، ولی اسم مرد اوله. دوم توجه میکنید؟ باز مهم نبود برای من، میفهمیدم معنیش چیه. مردم معمولی مملکت، مردم مملکت با اصولا هیچ کدوم متوجه نبودن که آیا این که رول اولی داشت چرا اسمش اول نبود دوم. بعدم رول اول دوم برای من فرق نمیکرد. یا فیلم مثلا نفرین که به نظر من یکی از کارهای بسیار بسیار خوبه، بنه من رول اول دارم ولی اسم مرز اول نوشته شده. خانم فخری خوروش مشغول نوشتن کتاب خاطرات دوران هنرپیشگیشون هستن. خاطرات بسیار شیرینی است که به زودی روی پیشخون کتابخونه ها کتاب فروشی ها خواهید دید و خاطره یک عمر زندگی روی صحنه رو از این بانوی بسیار گرامی خواهید خوند. سپاسگزار شما هستیم. شهره آقداشلو. این بهتره. شهره آقداشلو. دو تجربه. I love you. خیلی دوستتون دارم. دو تجربه. تجربه بازی در ایران به عنوان زن اول سینما، تجربه بازی در امریکا، برنده شدن، نامینیت شدن. فرق بین زن هنرپیشه در خارج از کشور با تجربه شهره آقداشلو و زن هنرپیشه در داخل ایران چه؟ زن اون زمانی که من کار میکردم در ایران، چند یکی دو سال سه سالی مونده به انقلاب تا دمدمای انقلاب، تقریبا میتونم بگم هیچ فرقی نداشت کار کردن در ایران با کار کردن در آمریکا. شاید تک و توک یک در یک میلیون آدمایی بودن که یه جور دیگه با آدم نگاه میکردن، اما وقتی به نسل ماها رسیده بود دیگه ایرانی ها چه زن چه مرد احترام خیلی زیادی برای بازیگر رو قائل بودن و به همون نسبت هم به زن در کار احترام میذاشتن. تقریبا میتونم بگم هیچ فرقی نداشت. حتی شاید یه جورایی به زنها بیشتر اهمیت داده میشد در اون زمانی که من کار میکردم در ایران، به خاطر اینکه در ایران صحبت از زن و مردی بود، اینجا مساواته. بنابراین دلیل نمیشه اگر یه هنرپیشه زنی تشنه باشه الزاماً به اون زودتر آبو نمیرسونن. هیچ فرقی نداره بین یه هنرپیشه زن با یه هنرپیشه مرد. من چیزی ندیدم که بتونم بگم اختلافی وجود داشت. در زمان من اختلافی وجود نداشت. پرتو نوریالا، هنرپیشه‌ای که با یک فیلم که بازی کرده جز هنرپیشگان زن مشهور ایرانه که جز لید نقش اول رو داشته در فیلم و بعد بانویست که تحقیق کرده، پژوهش کرده، نوشته، بسیار خونده و از او نقدهای مختلف سینمایی هم خوندیم و دیدیم. امشب هم در سینما در این فیلم دیدید که نظرش چقدر صائب بود در بسیار از مواردی که میگفت. چرا یه فیلم پرتو نوریالا؟ اولا خیلی متشکرم از شما خانم سرشار که لطف با لطف تمام من رو به اینجا دعوت کردین. خدمت همه حضار محترم سلام عرض میکنم و فکر میکنم از بختیاری من بوده که من با یک دونه فیلم بازی کردن در این شب حضور داشته باشم، در کنار بزرگان سینمای ایران باشم و شاید به یمن ارزش و اهمیت فیلم آرامش در حضور دیگران که آقای ناصر تقوایی اون فیلم رو درست کرده بودند که جزو 10-20 فیلم برجسته سینمای ایران هست، من هم بخشی از اون رو این شامل حال من هم شد. و بعد باید از کار بی‌نظیر آقای دکتر مقصودلو تشکر کنم. باور کنید بدون هیچ مداهنه، بدون هیچ نوع اغراق، 10 سال پیش آقای مقصودلو با من مصاحبه کردند
من هرگز فکر نمی کردم نتیجه کار این باشه. شما ببینید، و بعدم به خودم می گفتم چرا 15 سال میگن این فیلم طول کشید. ایشون دست گذاشتن در آغاز سینمای ایران، زنانی که این آزادانه جرأت کردن بیان به این عرصه وارد بشن با همه مشکلاتی که داشتن، این فیلم رو تهیه بکنن. بعد این دکوپاژ بسیار عالی و بعد ارتباط دادنش با هر صحنه‌ای که این فیلم‌ها رو نمایش میدن و گفتگوهای هنرپیشگان زن، من واقعا از صمیم قلب ایشون رو تحسین میکنم. خانم سرشار لطف کردن. من رو به عنوان منتقد سینمایی معرفی کردن، درسته من کار نقد سینما همیشه کردم و همواره فیلم‌های سینمایی رو دنبال کردم لااقل به عنوان یه تماشاچی، و می‌بینم که نقصه‌ای در کار آقای مقصودلو وجود نداره. اما در جواب شما که چرا یک دونه فیلم، من بازیگری رو دوست داشتم. موقعی که دانشجوی فلسفه در دانشگاه تهران بودم با سعید سلطانپور و با تئاتر هنرجویان دانشگاه همکاری میکردم. متاسفانه با سعید سلطانپور در میانه ریهرسال ساواک ریخت و توقیف کرد. در نمایشنامه که با گروه فردوسی دانشکده ادبیات بازی میکردم، در شب نمایش با اینکه بلیطام فروخته شده بود توقیف شد، از ساواک اومدن ریختند و توقیف کردند. بعد از این وقتی آقای تقوایی به من پیشنهاد بازی کرد، من با کمال میل پذیرفتم. اما شاید براتون جالب باشه که بگم در اون محفلی که نشسته بودیم و آقای تقوایی به من پیشنهاد بازی کرد، شوهرم گفتش که نه، پرتو اجازه نداری که بازی بکنه. و آقای تقوایی گفت خب تو بیا نقش مقابلشو بازی کن. و ایشون پذیرفت و ما با هم رفتیم این فیلم بازی کردیم. من البته 18 سالم بود که ازدواج کردم، بنابراین وقتی که این فیلم رو بازی میکردم هم شوهر داشتم و هم بچه داشتم. بسیار سخت بود و ایشون تلاش میکرد که من نتونم این فیلم رو به پایان برسونم. به کمک آقای تقوایی بالاخره این فیلم به پایان رسید و این فیلم هم 5 سال توقیف بود تا اینکه در فستیوال ونیز جز فیلم‌های برگزیده انتخاب شد و بعد در ایران به مدت خیلی کم سینما کاپری این رو نمایش داد. از اون به بعد من از آقای بیزایی، از آقای خسرو هریتاش تقاضای دعوت برای بازی گرفتم و خب برای من افتخاری بود. آقای بیزایی گفت من به یمن بازی تو تو این فیلم، اصلا نشستم تا آخرش نگاه کردم. ولی شوهرم به من گفت به هیچ وجه من الوجود تو دیگه حق نداری بازی کنی. مسئله این نبود که واقعا من بخوام تمکین کنم به یک همچین مسئله. من دانشجو بودم، من کار میکردم، من 2 بچه داشتم، خودم بایستی سبک سنگین میکردم. و چون اهل قلم بودم، چون همیشه شعر گفته بودم، یعنی اگر در سینما رو من میبستن، من کارهای دیگه ای داشتم که از نظر هنری انجام بدم. این بود که پذیرفتم برای اینکه سر صداها بخوابه. خیلی متشکرم. خب میرسیم به بانویی که سمت پیشکسوت حضور در صحنه سینما رو دارن و بعدم از بانوانی هستند که تهیه کننده هم بودن، خانم زینت مؤدب خطیبی، همسر زنده یاد پرویز خطیبی. خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید به برنامه امشب اومدید و شما از تجربیات اولیه خودتون برای دوستانی که توی اینجا نشستن و دوست دارن بدونن که سالهای اولی که فیلم ساخته میشد در ایران چقدر سخت بود. بله دوست، صحبت کنیم. من کلاس اول ششم ابتدایی که تموم کردم، اون موقع یک جشنی برگزار کرده بودم. اینو بگیرم براتون، بفهم. یک خسته میشی؟ نه. من اینجوری راحت تر. من میگم. اوکی. من خودم
نمایش گذاشته بودم واسه که ششم ابتدایی تموم شده، یه نمایش گذاشته بودن به نام هما و همایون. من هما بازی میکردم، نوشته آقای نظام وفا بود، شاعر اون زمان. تصادف این شد که اولین فیلمی هم که من اومدم بازی کنم این توفان زندگی، آقای نظام وفا منو انتخاب کرد برای این رو نقش اول زیر. و من لطفاً در رو ببندید پشت سر. تصور نمی کردم که اصلاً در ایران استودیو درست شده فیلم بازی می کنن، اصلا همچه چیزی به نظر رو نمی آمد. ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد. ما اون موقعی که خواستن زن انتخاب کنن برای فیلم توفان زندگی، نمیخواستن که تئاتریا باشه، یعنی بازیکنهای تئاتر باشن، اصلا شناخته نشده باشن. به هر حال ما این رول اول دادن و این فیلم رو که با نقایص زیادی هم تو هم بود بازی کردیم. پشت سر اون رو یک چیز دیگه بود، زندانی امیر، اونم یه فیلم دیگه ای بود که من بازی کردم باز نقش اولشو. و همونجا بودش که پسر عموی من هفته دستش گرفته بود و اومده بود توی بیابونایی که که هر جا ما رو پیدا کرد تو این بیابونایی که ما رو برده بودن بکشه. ولی خب بگیر به اونجا نکشی دیگه. و پشتش هم دیگه چون هم دوبله میکردم، فیلم دوبله میکردی جزو فیلم ها بود، با پرویز خطیبی آشنا شدم سر دوبله. البته ایشون هم یه فیلم درست کرده بود که باز هم من نقش اول داشتم به نظرم. خلاصه چون سه تا زن بود، خلاصه یک جریانی پیش اومد که من آشنا بشم با پرویز خطیبی و کارمونم به ازدواج بکشیم. من خیلی خوشحالم که از پرویز خطیبی دو تا دختر دارم به نام فیروزه خطیبی که نویسنده است، کاملا به باباش رفته. یکی هم که دازی فرناز خطیبی که الان داره اشتراک داره. به هر حال خیلی خوشبختم که آقای مقصودلو عزیز که واقعا دوست بسیار قدیمی خوب با حسن مدر حسن و این کار قشنگ کرده، واقعا بهشون باید تبریک کن. عرض کنم که دوستان سوال، سه یا چهار سوال بیشتر نمیتونیم بگیریم. بفرمایید آقای شانتوب، هنرپیشه معروف. سلام. این من همیشه دلم می‌خواست بدونم که از نظر یه هنرپیشه چرا دوبله می‌کردن صدای هنرپیشه‌ها رو در اون موقع، و آیا دوبله که میکردن، شما منظورتون از دوبله اینه که صدا رو عوض میکردن، یعنی کسای هنرپیشه‌های دیگه‌ای بودن که صدا رو عوض میکردن، یا صدای هنرپیشه‌ها بود که
من متوجه شدم من سوال شما چیه، من جواب میدم. من و خانم خوروش جواب میدیم. ما دو تا بیشتر از همه کشیدیم. متاسفانه برای اینکه راحت تر فیلمو بگیرن صدا رو نمیگرفتن. صدا مسئله است. صدا مثل نور، مثل لوکیشن، خودش یک واحدی از فیلم برداری به حساب میاد و چون خیلی خرج برمی داشت، به خصوص وقتی که ما توی محل کار میکردیم، مثلا فیلم گزارش در کنار در یک خونه نزدیک فرودگاه مهرآباد فیلم برداری میشد، هر 10 دقیقه دفعه صدای هواپیما میومد. بنابراین آسون نبود فیلم رو با صدا گرفتن، خرجش هم بسیار بالا بود. تهیه کننده و کارگردان ها بیشتر علاقه من بودن که ما این فیلم ها رو بسازن، این فیلم ها رو فیلم برداری بکنن، برن توی استودیو روش صدا بذارن. گاه اوقات اگر آدم شانس می آورد و اینها مشکل آنچنانی نداشتن با آدم و فکر نمی کردن که دفعه اولشه، خود آدم می رفت اینها رو فیلم رو دوبله می کرد. متاسفانه به من خیانت شد در این زمینه. وقتی فیلم سوت دلان تموم شد، من دائم به زنده یاد علی حاتمی می گفتم که من می خوام خودم صدای خودم رو بذارم، خودم دوبله می کنم. گفت یه خود سازمان دوبله ناراحته، چون این دوبلورا بالاخره اینا هم باید زندگی کنن. گفتم آقای حاتمی من میفهمم، ولی این بازی منه و من سلام باید جوش باشه. گفتن حالا که خیلی وقت داریم، همزمان کنگره فردوسی در روم بود در ایتالیا و من دلم میخواست برم، دعوت داشتم، بنابراین رفتم. در عرض 2 هفته که نبودم اینا فیلمو بردن توی به اصطلاح دوبلش کردن، توی استودیو دوبلش کردن. خانم زهره شکوفندرم گذاشتن به جای من حرف بزنن. با همه احترامی که براشون قائلم، با همه احترامی که برای دوبلورا قائلم، بسیار من از این کار ناراحت شدم و به منم درست حسابی نگفتن که چه کار کردن. در فستیوال فیلم ایران من میرم فیلمو روی پرده میبینم با یه صدای دیگه و اصلا نمیتونم به شما بگم. هنوز جوونی ها که میگفتم اگه یه روزی پول دار بشم خودم فیلمو میخرم، خودم صدای خودم بالاخره میذارم روش، ولی حالا هنوزم ناراحتم از بابتش، فقط به خاطر پول و مشکلاتی که داشت. حالا خانم خوروش نمیدونین چه کشیدم. سابقه من خیلی بیشتر از خانم آقداشوه، ولی خانم آقداشو البته خیلی بالاتر از من از لحاظ هنری. اما مسئله دوبله، همونطور که خانم آقداشو گفتن، واقعا صدا تر صحنه نبود، باید فیلمو میگفتن بعد میبردن دوبله کردن. یک چجوری بگم، توافق عقیده بود بین کارگردان ها و دوبلور ها که باید دوبلور ها پولش رو بگیرن، باید دوبله کنن و بعضی اوقات واقعا لطمه به بازی ما میزد. مثلا در یک فیلمی من دخترم رفته بود در فیلم بی‌قرار که دخترم میره اصلا و این مادر کلفته، یه نفر میاد بهش میگه که کبرا رو پیدا کردم و این زن چنون خوشحال میشه، چادر رو ور میداره میبنده میره میره میبرن یه جای تاریکی، این جایی که بار و موسیقی و این چیز هست، دختر و پسر ها میرخزیدن دیسکو، این میبینه جا تاریکه، هیچی نیست، میگه که اینجا تاریکه، کو کبرا کبرا، داد میزنه کبرا، وقتی میبینتش بگه کبرا. من تو فیلم میدونی چی دیدم؟ تو فیلم دیدم یارو بگه کبرا. اجازه بدید من خدمتتون خانم یک نقطه، خانم سرشار من توضیح برای حاضران راجع به دوبله بگم. یک جمله است. وان که در آمریکا کسی نمیتونه دوبله کنه. در آمریکا وقتی شما فیلم تهیه میکنید، اگر یک صحنه صداش خراب بشه، شما باید همون هنرپیشه رو بیارید جاش صحبت بکنه، نه اینکه یک دوبلور بیارید. یعنی مطابق قوانین بازیگران آمریکا باید اون بازیگر جای خودش حرف بزنه، شما دوبلور نمیتونید. در ایران دوبله میکردن.
آقای مقصودلو، من خدمتتون عرض بکنم که من 16 سالم بود که فیلم اسرار گنج دره جنی رو بازی کردم و این در قلعه سوهانک این فیلم برداری شد و چند ماهی هم طول کشید که افتخاری داشتم با آقای ابراهیم گلستان کار بکنم و آقای سیاد و گروه تئاتری که ما داشتیم در اون دوره و تلویزیونی و سینمایی. این فیلم در اون زمان به من گفتن که با دوربین میچل فیلم برداری میشه، که برای خودش دوربین بسیار مهمی بود و صدا سر صحنه بود، و بعدش هم به من گفتن که مثل اینکه اولین فیلم سینمایی بوده که صدا سر صحنه گرفته شده در اون دوره. این مطمئن نیستم اینو، ولی میدونم که اکثرا فیلم‌ها به صورت دوبله بود، ولی فیلم اسرار گنج دره جنی صدا سر صحنه بود. حالا خواستم اینم توضیح بدم براش. یکی از کارهایی که در مورد دوبله انجام میشد این بود که یکی از هنرپیشه‌های خیلی بالا، مقام بالا، این رو برای ما تعریف میکرد که اصلا نمیدونستن سناریو چیه. فقط کارگردان میگفت تو در اینجا عصبانی باش و بگو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. بعد ما موقع دوبله میگیم که مرد احمق بیشعور نفهم. البته این خیلی سال، خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش. بله آقای ملک فردین، و بله تقریبا 2000 سال پیش. خب سوال دیگه بیست. میخواستم بدونم که آیا دوباره احتمال این که این برنامه یه جایی تکرار؟ آقای دکتر مقصودلو، سوال از شما. ما که براحت دادیم. فیلم برای اطلاعتون روز 7 مارس روز زن در یک سینمای لومینور در پاریس فیلم باز میشه، 11 لندن باز میشه، و بعد اگر فرصتی بشه حتما ترتیب میدیم یک دفعه دیگه نشون داده بشه. ویدیوش چی آقای مسعودلو؟ ویدیوش حتما این کارو میکنم. ویدیوش در بازار هست؟ نه خیر، DVD این فیلم حدود 6 ماه دیگه میاد بیرون. 6 ماه؟ 6 ماه صبر میکنم. تشکر میکنم از شما که آبرو حیثیت ما بداره. ما از شما تشکر میکنیم که پشت ما ایستادیم. یک سوال دیگه بفرمایید. خیلی خب، دو تا سوال دیگه. در طول فیلم این بعد من این رقم رو شنیدم که حدود 100 تا هنرپیشه زن و 200 تا هنرپیشه مرد بودن، و واقعا تعجب کردم که آیا تمام این خانواده به این کوچیکی بوده. یه برداشت دیگه که در طول فیلم داشتم این بود که همه کسایی که صحبت میکردن به عنوان من صحبت میکردن. آیا این خاصه این حرفه است، و یا آیا یک همبستگی و یک همدستی و همکاری وجود داشت، آره یا نه؟ این سوال منه. و سوال دوم من اینه که آیا اون 10 قبل از انقلاب هیچ برنامه‌ای برای استعدادیابی، چون شما همه داشتین این مردها رو میشکستین و سقف‌ها رو میشکستین و پیش میرفتین، برنامه‌ای برای استعدادیابی بود؟ آیا تو دبستانه و دبیرستانه میرفتین که دخترها و زنهای دیگر رو پیدا کنین و پرورش بدین؟ خیلی برنامه‌ای برای استعدادیابی نبود به اون صورت. توی پارتی‌های دوستان و عروسی‌ها بچه‌های با استعداد ما پیدا می‌کردیم. در مورد اینکه هر کدوم از این هنرپیشه ها، کسانی که امشب دیدید، درباره خودشون، درباره من صحبت میکردن، ما خیلی زود یاد میگیریم که اون چیزی که بهش اعتقاد داریم خیلی با براحتی و با صداقت بیان کنیم و بگیم من هستم که اینجوری فکر میکنم، نه اینکه ما، نه دیگران. و هر کدوم از خانم هایی که شما در فیلم دیدید خانم هایی هستن که خودشون زندگیشون رو انتخاب کردن، همونطور که ایشون همین الان اشاره کردن، گفتن یه جایی تصمیم گرفتن بازیگری برای من نیست، من میخوام با بچه‌هام و همسرم باقی بمونم. هر کدوم از این خانم‌ها خانم‌های توانایی هستن که برای زندگیشون، برای سرنوشتشون، خود سرنوشتشون خودشون انتخاب کردن، زندگیشون رو خودشون انتخاب کردن. به قول آمریکایی‌ها میگن you make your bed and lie on it، تخت خوابت رو میندازی روش دراز میکشی. اینها همه خودشون، منشون این کار رو انجام داده. در مورد، ببخشید، اون سوالی که کردن 100 نفر و 200 نفر توضیح بدم، جوابشون رو میخوام بدم. خیلی کوتاست. خانم عزیز، خانم هماروسا گفتن شمار حرف بزنید، یعنی راجع به خودتون بگید. به همین دلیل ما
همش ما من گفتیم یا ایشون من گفتن. همینجور دلیلش این وگرنه اگر میگفتن راجب اشتباه هیچ وقت من نمیگفتم. بله، برای اینکه این مصاحبه ها تک تک شده در موقعیت های مختلف از سال های مختلف در محل های مختلف شده، بنابراین این سوال مستقیما از خود ما کردم برای حرفه ای که ما داشتیم. به این دلیل هستش که ما جداگانه همه گفتیم من این کارو انجام دادم، من این کارو انجام، برای اینکه ما گروهی ننشستیم در یک گروهی صحبت بکنیم. بله، البته من سوال این خانم رو نشمردم، گفتن یکی سه تا سوال که شما سومیش جواب بدید. من سومی رو جواب میدم. اونجایی که اشاره میکنم در ابتدای فیلم 100 تا زن و 200 مرد، این بازیگران اول فیلم من اشاره میکنم، نه سپورتینگ وانز. یعنی از 1930 تا 1970 اگر بنویسیم بازیگران زنی که نقش های اول رو بازی کردن به نوعی، چه قوی و چه ضعیف، اینا حدود 100 تا میشن. خب تعدادی فوت کرده بودن، تعدادی درجه دو بودن. من به طور کلی خانم‌هایی رو یک کرایتریا داشتم برای مصاحبه‌ام. من بازیگرانی رو انتخاب کردم که تأثیرگذار بودن. اگر در بدنه تجاری کار کرده بودن، حتما در اون بدنه سینمای هنری متفاوت فیلم‌های خوب داشتن که من بتونم رو اونا تأکید کنم، تیکاشو نشون بدم، نه اون سینما فیلم های تجاری رو. پس این 20 بازیگر زنی رو که شما میبینید بازی کردن، هم لیدینگ لیدی بودن، هم فیلم های مهم داشتن و هم تأثیرگذار بودن. در مجموع این 21 زن در 480 یا تقریبا میتونیم بگیم 500 تا از 1200 فیلم نقش اول داشتن، یعنی تقریبا نصف بار سینمای قبل از انقلاب رو دوش این 20 نفر بوده. سپاسگزاری میکنم از ویدا قهرمانی عزیز، از مری آپیک نازنین، خانم فخری خوروش، شهره آقداشلو، پرتو نیرویالا و زینت مؤدب خطیبی برای حضورشون. اجازه بدید بلند نشید، دو دقیقه دیگه با شما کار داریم. بفرمایید. تشکر اصلی ما از آقای دکتر بهمن مقصودلوس بابت ساختن فیلم. از طرف بنیاد هنر که این برنامه گذاشته شد، برای این بود که تعهد کردم، پیمان کردم به دکتر بهمن مقصودلو که برای این پروژهشون هم کمک بگیریم. با کمک همه شما یه چک $10,000 امشب به این پروژه دادم. با سپاس فراوان از خانم هما سرشار، دست شما درد نکنه خانم سرشار، we love you. چه جکت قشنگی هما جون، خیلی ممنون. سپاس فراوان از بیتا میلانیان برای همکاری بیدلیلش در این برنامه. بیتا میلانیان، بله بله، گفتن که توضیح بدم. من عذر میخوام اگر دیر کردم. پیش از اینکه به اینجا بیام، مراسم انجمن نویسندگان آمریکا بود امروز بعد از ظهر که درست ساعت 7 یعنی با شروع فیلم تموم شد. جایزه ژانر نوار که جایزه بسیار معروفیه و بسیار محترم و معتبر در آمریکا، جایزه کانون نویسندگان سینما و تلویزیون، امشب به آقای عباس کیارستمی تعلق گرفت. بابا بلند نشید، 5 دقیقه بشینید، کارتون داریم، بعدن میدیم، همه با هم دیگه میدیم. متاسفانه ایشون که رفتن دیگه پیش ما نیستن، ولی پسرشون اونجا بودن و جایزه شون رو آقای احمد کیارستمی به منزل بردن. این شاید یکی از پر افتخارترین لحظه های زندگی من بوده که شاهد گرفتن جایزه ژان رنوار توسط آقای کیارستمی بودم. بازم عذر میخوام که دیر رسیدم. خانم آقایان، جز کسانی که برای هنر و سینما ایران در گذشته کار کرده، این سرکار خانم مهین اعتماد رسدی. خانم مهین اعتماد رسدی که لباس برای شهره آقداشلو دوختن و این آلبومی رو که براش درست کردن به عنوان سورپرایز برای شهره آقداشلو آورد.
مدل لباس و همه هنرمندا رو دعوت می‌کردم و ما 25 تا مزون بودیم. من مزون فن بودم که شهره جون مانیکن ما بودن و در روز رولی حضرت ها این لباسی که از قلمکار درست کردیم برایشون دوخته بودیم و ایشون اول شدن در تمام مزون های درجه یک از خانم فرشته زندی. همه دیگه بعد شهره جون این اول شدن که رفتن در میدون شهیاد و این عکس رو انداختن و پوسترشو به تمام دنیا. بعد میام خدمتی. بعد الان میام خدمتی. یه پوست بگیرم. حالا اجازه بدید که برنامه تموم شد. مرسی. خیلی ممنون. سپاسگزار از همه شما برای این شب بسیار خوبی که برای ما فراهم کردید. خسته نباشید. انشالله در برنامه های دیگه، فرصت های دیگه دیداری با بزرگان هنر ادب خواهیم داشت. ممنون از هنرپیشگان، وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌نگارانی که اینجا هستن. اسم یکی یکیشون رو نمیارم ولی بیرون سالن میتونید از نزدیک همه رو ببینید، باشون صحبت بکنید. ممنون.